شب جمعه اولین دوره مسابقه باشگاهی شروع میشه. باشگاه پولاد هم هست. چیکار باشگاه پولاد داری؟ حریف من فقط یه نفره، بقیه رو از الان به بعد به خاک مالید حساب کن. کی هست؟ حسین پور. پس میشنسی؟ چجورم؟ بچه معلمون بود، از قدیم کلی با هم سرشاخ بودیم. قبل از اون قضیه دوپینگ حریف نمره یکم بود، یعنی حالاش هم هست. تمام این دو سالو با امید اون روز سر کردم که پشت اونو به خاک برسونم. همین. باید خیلی کار کنم. خسته نباشی پهلمون. زنده باشی. به چه پلی، دستت گر. بنازم به چی؟ بنازم به اینکه باختن؟ بنازم به اون پل. شکستنش کار هر کسی نبود. نمیدونی بدون. این پلو که اصغر شکست. اصغر تو رو نبرد، تو به اصغر باختی. این فرق میکنه. نمیدونی بدون.
میدونی وقتی آدم برنده است همه میان به سراغش، بغلش میکنن، میبوسنش، روی شونه هاشون میذارنش. اما همان از وقتی که آدم شکست بخوره، اون وقت اینجوری ازش استقبال میکنن، دیگه هیچی سراغش نمیاد، همه سکوت، این همه سکوت. حتی دیگه مربیت هم سراغت نمیاد. پس چه خیال کردی؟ زندگی همینه، پهلوان زنده رو عشق از بره. خب بعضی وقتا کرم از خود درخته. اگه به این روز افتادی به خودت رجوع کن. اما فکر نکنم مردم برای باختت به سراغت نیومدن، نه، به خودت رجوع کن. به خودت. به خودم؟ آره، حتما به سیب سرخت یه لک افتاده، حتما. نمیدونی بدون. شما از کجا میدونی پیرمرد؟ من از کجا میدونم؟ من عاشق کشتیم پسر، عاشق کشتیم. از اونایی که بهشون میگن سینه چاک. نمیدونی بدون، من یه آمریکا عاشقم، یه عمره. کشتیگیر بودم، قهرمانم شدم، اما غرور، این غرور لعنتی منو از سکو پرت کرد، زدم زمین. وقتی با خودم اومدم دیدم که کار از کار گذشته بود. حالا هم شدم جاروکش این دیار، اما شکر کم مقامی نیست. نمیدونی بدون، حالا هم آرزوم اینه که اگر نتونستم روی توشک گشتی ببیرم، اقلن میتونم حاشیه اون بمیرم. آهای کشتی گیر، توی کشتی زمین خوردی، اما مواظب با زندگی به زمینت نزنه. به آقا سلام برسون. آقا؟ مگه آقای منو میشناسی؟ آقات پهلوان موندگاریه، جاش اینجاست. تو هم اگر بخوای به این رویه ادامه بدی شاید بتونی جاروکش این دیار بشی. تازه اگه عاشق باشی. نمیدونی بدون. برو به سلامت. Thank you.
حسین داره میاد. پس بریم سر باشن باشیم بهتره. خسته نباشی بخور، خستگی تو در میکنه. خستگی؟ یه زمانی خستگی ما چیزایی دیگه در میکردند. با چی؟ چیزایی بچه گونه، مثلا ایدی، چیزای بچه گونه، مثلا ایدی. آقا مادت داشت 10 تومانی های نو تا نخورده رو لای قرآن میذاشت. اون وقت هر کی میامد دیدنش لای کتاب خدا رو باز میکرد و میگفت بردار برکت جیبه. یه شبای سال تحویل منو نرگس و عزیزمونو جواد هممونو جمع میکرد نبور چاره استانبول. ماهی میخرید بسات سفره هفزین، سیر و سرکه و سمنو از این چیزا، یادش بخیر. آقا شب سال تحویل یا قند خورد میکرد یا سر سجادش بود. سجادش همیشه بوی گل میداد، بوی گل محمدی، زمستون و تابستون. نمیدونم چرا یه دفعه من یاد بچگی هم افتادم. تفلکی پروین، نمیدونی وقتی کشتی میگرفتی چی کار میکرد؟ هی میگفت عمو جون این کارو بکن، عمو این کارو نکن. تفلک تا حالا ندیده بودم موش ببازه. خب آدم یا میبره یا میبازه. خب آره این دفعه من باختم. آدم که نکشتم، نه کشتم، ولی کشتم. انگار نسل یه ایلو عروزایی برداشتم. انگار حسین، من که چیزی نگفتم. چیزی نگفتی؟ تازه میگی چیزی نگفتم؟ بس این همه زخم زبونا چیه؟ این همه زخم زبونا؟ کدوم زخم زبون؟ من فقط داشتم از پروین میگفتم. داشتی حرفای خود رو حسابم بچه میذاشتی؟ کردی من نمیفهمم. حسین خودتو به مشمردگی نزن، به مشمردگی نزن. آره من باختم، به اسقرم باختم، ولی مگه آدم همیشه باید ببره؟
مگه من آدم نیستم؟ مگه من نمیتونم ببازم که همتون اینجوری میکنید؟ اون که علی آقا مربی منه اونجوری میکنه و حسین ببین معذرت بخوام، من اصلا منظور خاصی نداشتم، باور کن. حالا چی میخوای برات بیارم؟ هیچی. هیچی؟ چه؟ یه چیزی میخوام. چی؟ تنهایی. برو از جلو چشم برو. برم؟ گفتم از جلو چشم من دور شو، زود باش. باشه میرم. بهت نخورده؟ قهر کردی؟ دیدی چه به روزگار من آوردی؟ اون زنجیری که باید پاره میکنی پاره شد، حالا هم خیالت راحت شده. یادت هست؟ یادت هست؟ آره یادمه، خوبم یادمه. اون زنجیر پاره شد، خوب شد که پاره شد. چه فایده؟ میموند و یادم میشد مثل تو. حسین من نمیدونم کارم با تو به کجا میکشه، ولی اینو بدون اگه بازم قراره تو اون باتلاقی که برام درست کردی دست اومم بذارم، دیگه نمیتونم کتا بیام، دیگه نمیتونم با دارا کنم. حسین میفهمی؟ میشم یادم مثل خودت زنجیر پاره میکنم. حسین آقا جون باور کنین اصلا نمیخواستم به شما بگم، همیشه میترسیدم ناراحت بشین. خیلی سعی کردم یه جوری مشکل رو بین خودمون حل کنم، اما نشد. آقا جون دیگه کارت با اون سخونم رسیده. نباید میذاشتی کار به اینجا بکشه. آقا جون حالا گذشته است. میگم مرتضی بیاد شما رو ببره. عزیز الله خان میخوای چی کار کنی؟ این کار به صلاح جفتیشونه. شما جواده خبر کن بیاد کارش دارم. تو هم برای یه مش آب زن به صورت تال جا بیاد. چشم آقا جون. ازم 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 سلام حسین آقا. ازم اینجاست؟ اینجا؟ نه. کجا رفته؟ نمیدونم، به من چیزی نگفت. نگفته؟ شاید رفته خونه آقا جون اینا. آقا مینا؟ مگه غیر از اونجا جای دیگه هم داره بره؟
رضا دیگه حرفش هم نزن رفیق. از اولش هم تقصیر من بود و الا کاری این پسره به اینجا نمی کشید. هممون هواشو داشتیم، هممون، من، تو، جواد، علی. اون وقت یه مرتبه باد افتاد تو دماغش، خیال که در یاباز شهریه. بله بله این حرف درستیه. حالا بذار خودش رو پای خودش واسه ببینم اصلا پای داره که بتونه روش واسه. تمام مدت که تو راه میومدم به تمام چیزایی که فکر کردم بهش اشاره کردی. من دیگه حرفی ندارم بزنم عزیز، هیچ حرفی ندارم بزنم. به هر حال مراقب خودت باش. درست میشه، درستش میکنم مرتضی. سلام برسون. متشکرم. بریم دخترم. ببخشید آبجی، ببخشید. بریم بابا. عزیز، عزیز تفلی اعظم. ببین چی به سرش اومده بود. جون به لبش رسیده بود که اینجوری گذاش رفت. این پسره باید تاوان پس بده، تاوان سخت. اعظم اینجاست؟ سلام. مثل که من باید سلام بکنم. گفتم اعظم اینجاست؟ رفت. رفت؟ کجا رفت؟ اما مرتضی اومد دنبالش بردش. واسه چی؟ آقات گفت. آقا مرا چی گفت؟ تو خبر نداری؟ یعنی من اختیار زن و زندگی خودم ندارم؟ نه یا تو. میخوام برم با آقا حرف بزنم. آقات نمیخواد باید حرف بزنم. برو کنار عزیز. گفتم نه تو. دیگه کارو خراب کردی، خرابتر از این نکن. اومدی اینجا چیکار؟ اعظم چیکاره ای توی؟ آجون به من نگاه. آجون
من، جواد، مرتضی، سیفی، مربیاتی. آقا جون کی هست که این اخلاق دور از آدمیت دور داشته باشه؟ کجای زندگی این اشتباه کردم که تو به اینجا رسیدی؟ به کی نامردی کردم؟ حقی که خوردم به کی زور گفتم که حالا باید تقاضاشو بس بدم؟ تو از کدوم کوره را رفتی که به اینجا رسیدی؟ آخه مگه من به کجا رسیدم آقا جون؟ کجا؟ به ته باطلاق نامردی. برو تو آینه خودتو نگاه کن تا خرخرت تو لکنه. وقتی یه مرد بزنش زور بگه، وقتی که حرمت زندگیشو نگه نداره به اونجایی میرسه که تو رسیدی. خیال کردی اسیر آوردی توی خونت؟ میدونی زن تو کیه؟ ها میدونی؟ دختر مرتضی. میدونی مرتضی کیه؟ یه دنیا معرفت و مردونگی، اما تو کی هستی؟ یه دنیا نامردی. تو اصلا میدونی من یه زن چیه؟ زن یعنی مونس دل، یار و یاور شوهر، گل سرسبد آفرینش. اون وقت تو چجوری به موجود تا کردی؟ هیهات هیهات. تو از کشتی چی یاد گرفتی پسر؟ اول حرف کشتی معرفتی که تو نداری. اول حرف کشتی احترام به خانواده است که دیدن چه احترامی به خانوادت گذاشتی. آخه مگه من چیکار کردم آقا جون؟ دیگه چیکار میخواستی بکنی؟ پهلوونه ننه، قل داره زنت. کشتی برد و باخت داره، زندگی مشکلات داره. تو که طاقت باختو نداری بیجا کردی کشتی گیر شدی. تو که تحمل مشکلاتو نداری بی خود کردی زن گرفتی. آقا جون برو برو، خیال کن که هیچ کی رو نداری. توی دنیا تنهایی، نه پدر، نه خواهر، نه مادر، نه برادر، هیچ کی. برو ببینم میتونی رو پای مفلوکت واسی؟ من هوا تو داشتم که برای زنت گردن کلفتی بکنی؟ با جون برای شما خوب نیست عصبانی بشی. تو از کجا میدونی چی برای من خوبه چی برای من بده؟ برو برو. که یه پارچه معرفت بود، همون که اگه آقاش میگفت بمیر میمرد. حالا کی به این روزش انداخته؟ کی؟ چی؟ ما خانم ما این بلا رو سرش بردیم.
همین من دوروبرشی گرفتیم نذاشتیم زمین بخوره. وقتی زمین خورد باید میذاشتیم خودش بلند بشه. به اینجا رسوندیمش. او وقت این پسره آبروی منو پیش آقا مرسا برد، کمرمو شکست. تکلیف ما چی؟ برش کنیم به امان خدا؟ باید ولش کنیم، باید خودشو پیدا کنه. حسین دیگه خودشو نمیشناسه، تو خودش گم شده. باید دعا کنیم خدا از این مخمصه درش بیاره. باید خودش دستشو بگیره رو کاسه زانوشو بلند بشه به تنهایی. یعنی میتونه از پس زندگی بر بیاد؟ توکل به خدا. جواد چیه؟ نمیخوای بری با حسین حرف بزنی؟ برم چی بهش بگم؟ حسین خیلی تنها شده، از یه طرف اعظم گذاشته رفته، از یه طرف آقا جون تو خونش راش نمیده، از یه طرف هم که شماها. بالاخره یکی باید پا پیش بذاره. حسین خودش اینجوری خواسته، مگه نگیده چی کار میکرد؟ جواد تو خیال میکنی من خوشحالم که حسین توی این مخمصه افتاده؟ یا خیال میکنی آقام بی خیال وضعیت حسینه؟ نه عزیز من. خب آقام راش نمیده توی خونه، من چی کار کنم ها؟ خب اینجوری هم که درست نیست، ولشون کنیم به امان خدا. اینا باید سر و سامون بگیرن. حالا ببینم چی کار میتونم بکنم. کارش داری؟ میخوام ازش بپرسم میخواد با من چیکار کنه. از آقات بپرسی؟ از خودت بپرس که میخوای چیکار بکنی. مگه من چیکار کردم؟ مگه آقات چیکار کرد؟ آخه این چه بساطیه واسه من درست کرده؟ تو خیلی خوب میدونی که آقات هیچ وقت به ضرر بچه‌هاش کاری نمیکنه. تویی که زن تو تاروندی، حالا میخواد گناه تو بندازی به گردن آقات؟
آخه عزیز چیه؟ نصف جونی هم که داره تو میخوای ازش بگیری؟ مگه من چیکار کردم؟ چیکار باید بکنم؟ به خودت بیا ببین چیکار داری میکنی. آقا یه عمر زحمت کشید که تو آدم بار بیای، ولی تو زدی زیر همه چی. نمیفهمی وقتی میبینه حاصل عمرش به آتش کشیده شده چه حالی میشه؟ اصلا من خودم میرم دنبالش، برش میدارم. این کار نکنی یا نکنه؟ پس دستم بزنم و دستم بشینم نگاه بکنه؟ دیگه محاله آقا مرتضی به این سادگی اعظمو دست تو بده. من باید با آقام حرف بزنم. من باید فرار حرف حسابش چیه؟ یعنی تا حالا نفهمیدی حرف حساب آقا چیه؟ ای ها پاشو پاشو برو تا آقات نایمده. نمیخوام این حرمتی که تو خانواده ماست از من بره. نخواه که پدر و پسر رو در روی هم وایسن. فکر فردا باش حسین. فردا که به سن آقات رسیدی. پاشو برو. من نمیرم. برو خونت. نظر حرمت مادر فرزندی شکسته بشه. برو عزیز. شما من چی؟ تو یه تمام زندگی هر دل واپسی که داشتم، هر جا گیر میکردم، هر مصیبتی که سرم میومد، دلم به شما خوش بود عزیز. به خودم میگفتم عوضش مادرم هست. اما شما عزیز، هنوزم دل واپستم، هنوزم قصه ها تو دلمه، ولی تو زندگی تو حراج کردی، اونم به مفت. داری همه چیزو قربونی میکنی حسین. قربونی غرورت، غرور لعنتی. فکر میکنی آقات خیالش نیست؟ اون مرد انگار گذاشتن تو تابه داغ، تو خودش میسوزه به خاطر زندگی تو پسر. سر اینجا بود نه؟ نکنه برگشتی؟ جوان تویی؟ بله باشم. بیا تو بابا. خیلی ممنون. حالا چطوری؟ الحمدلله به لطفتون درد نیستم. زن و بچت حالشون خوبه؟ سلام میرسونن. سلامت باشن. سلام عزیز. سلام مادر. تنها اومدی؟ بله عزیز. آقا جون آخرش چی میشه؟ با حسین میخوان چیکار کنین؟ باید بشکنه این پسره، باید بشکنه. آقا جون من فکر فردام،
هنوز وقتی مردم حرف از کشتی میزنن یاد پوریای ولی میفتن، یاد جهان پهلوان تختی. وقت تازه بابا حیثیت خانواده چی میشه؟ پس وقتی که این بچه دار شد، بچهش وقتی که ببینه باباش اینجوری با مادرش تندی و بدرفتاری میکنه چی یاد میگیره؟ آقا جون حسین خیلی پشیمون شده، خیلی. تو خیال میکنی که من منتظرم اون بیا جلوی من خودشو بشکنه؟ خیالت باطل جواد. من چی کارم؟ من هیچکی نیستم. این چه حرفی میزنی آقا جون؟ به جان خودت برای خودم نیست که جوش میزنم. من کارای خودم رو کردم بابا. اگه کاری کرده باشم، بار خودم رو بردم، اگه باری برده باشم، ولی اون اول زندگیشه. بدتر از همه این که اگه بخواد به همین رویه ادامه بده چه بلایی به سر کشتی میاد. خب پس باید چی کار کرده آقا جون؟ این تصمیمی خودش باید بگیره. یه وقتی زندگی با آدم خط نشون میده که چی کار باید بکنه، اما یه وقتی هم میرسه که آدم باید خودش به زندگی خط بده. اونم حالا باید خودش خط زندگیشو معلوم بکنه. سرپل صراطه، خودش باید رد بشه، خودش. کسی نباید کمکش بکنه، خود خودش. حالی چود؟ بله آقا جون. نه اگر بی جا میگم بگو. نه آقا جون درسته،